تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 44 از سوره بقره، آیه اینه: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید، خودتون را فراموش میکنید و مردم میگید خوب شد خودتون بدید؟ و انتم تعلمون، با اینکه خودتونم کتاب آسمانی رو میخونید، افلا تعقلون، هیچ فکر نمی کنید، تعقل نمی کنید. دانشمندان یهود قبل از بعثت پیغمبر اسلام مردم را به ایمان آوردن، به حضرت دعوت می کردن. قبل از آن که پیغمبر بیاد می گفتن در تورات و انجیل نام و نشان پیغمبر آمده، در تورات آمده، بشارت ظهور حضرت می دادن. اما همین که حضرت ظهور کرد خودشون ایمان نیاوردن و حتی بعضی از اونها به بستگان خودشون هم که ایمان آورده بودن توصیه میکردن که به هر حال مسلمو بمونید، ولی خودشون اسلام نمی آوردن. این قسمت از تفسیر نمونه بود. در روایات آمده که دانشمندی که دیگران را به بهش دعوت کند ولی خودش اهل جهنم باشه، بزرگترین و سخت‌ترین حسرت‌ها را در قیامت خواهد داشت. در بهار جلد 2 صفحه 37 که اتمرون الناس بالبر، مردم به خوبی دعوت میکنید خودتون فراموش میکنید. این مال عالمیه که مردم به نصیحتش گوش میدن ولی خودش به حرف خودش عمل نمیکنه. خب حضرت علی علیه السلام فرمود سوگند که من شما را به کاری دعوت نمیکنم مگر اینکه خودم پیشگام هستم، از کاری نهی نمی کنم بگین که خودم قبل از شما اون رو ترک میکنم. اینم در نهج البلاغه خطبه 375 فرمود من عالم با عملم و هر کاری میگم بکنید خودم انجام میدم، قبل میگم، هر کاری میگم نکنید اول خودم ترک میکنم. در نهج البلاغه آمده هر کس خودش رو امام دیگران میدونه باید اول به تعلیم خودش بپردازه. اینم حکمت 73 نهج البلاغه که من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودشو برای مردم رهبر میدونه پس فلیبدا به تعلیم نفسه، اول باید به فکر اصلاح خودش باشه. امام کاظم فرمود طوبی للعلماء بالفعل و بین للعلماء بالقول، خوش به حال علمایی که رفتارشون با گفتارشون یه جوره، وای به حال علمایی که حرف خوب میزنن خودشون اهل عمل نیست. عالم بیعمل تشبیهاتی شده در قرآن، عالم بیعمل به اولاغی تشبیه شده که کتاب هم نکنه ولی خودش بهره نبره. در روایت فرمود عالم بیعمل چراغی است که میسوزه ولی نورش به مردم برسه، ولی پای خود چراغ تاریک. عالم بیعمل تیراندازی است که کمان نداره. حضرت عیسی علیه السلام فرمود عالم بیعمل مثل چراغی است که پشت بامه که اتاق های زیرش رو روشن میکنه. امیرالمومنین فرمود عالم بیعمل مثل درخت بی ثمره و مثل گنجی است که به فقرا خیرش نرسه. امام صادق فرمود موعظه عالم بیعمل مثل بارون روی سنگه که در دلها نفوذ نمیکنه. عالم بیعمل گرسنه است روی گنج خوابیده، تشنه است که کنار آبه، طبیبی است که از درد ناله میکنه، بیماری است که دائما نسخه درمان نسخه درمان رو میپیچه ولی خودش عمل نمیکنه. عالم بیعمل یه نوع نفاق منافقه که سخنش با عملش یکی نیست، پیکر است بی روح. این تشبیهات در قرآن و روایات و سخنان بزرگان بوده. دعا کنم خدایا تو به حق علمایی که به علمشون عمل کرده اند به ما توفیق بده هر چی میدونیم به دونسته های خودمون عمل کنیم و اون چی که گفته ایم و عمل نکرده ایم ما را ببخش و بیامرز. خب این آیه چی میگه؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم.
اولین درسش اینه که کسی که امر به معروف میکنه باید خودش عامل به معروف باشه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. البته شرط اثر، نه شرط وجوب. اگر یه کسی خودش عمل نمیکنه نمیتونه بگه مثلا من که عمل نمیکنم پس امر معروفم نکنم. امر معروف واجبه گرچه خودت عمل نکنی، اما اگر میخوای حرفت اثر بکنه با خودت عمل کنی. یعنی عمل شما شرط وجوب نی، شرط اثره. شرط اثره. خب حالا فراموشی توبیخ داره. ببین میگه و تنسون انفسکم، شما خودتون فراموش کردید. فراموشی که گناه نیست آدم خودش فراموش کنه، نه. گاهی فراموشی دست مان مقصره، یعنی خود مقدمات فراموشی رو خودمون فراهم کردیم، اونجا توبیخ میشیم. اما گاهی وقتا یه چیز آدم فراموش میکنه دست خودش هم نیست، اصلا من فراموش کردم نماز بخونم، اینجا توبیخ نداره. اما گاهی وقتا خودمو سرگرم میکنم به مطالبی و به چیزهایی که خودم مقدمات فراموشی رو جور کردم. هر کجا فراموشی طبیعی باشه توبیخ نداره، چون دست ما نیست، خب فراموش کردم دیگه. اگر فراموشی طبیعی باشه توبیخ نداره، اما فراموشی که انسان خودش مقدمات فراموشی خودشو به وجود میاره، یعنی اونقدر اسباب سرگرمی برای خود سر خودش میریزه که مثلا مثل تاجری که انقدر توسعه میده به کارش دیگه میگم من فرصت مکه رفتن ندارم. خب این فرق میکنه با کسی که میخواد بره مکه، ویزا بهش نمیدن، گذرنامه بهش نمیدن. یه کسی نمیره مکه میخواد بره نمیتونه، یه کسی خودش رو به قدری سرگرم میکنه که از حج باز بمونه. و تنسون انفسکم، خدا توبیخ میکنه. چرا فراموش کردید خودتونو؟ این توبیخ برای نسیان، به خاطری که این نسیان و فراموشی رو مقدماتش رو خودمون فراهم کردیم. تلاوت کتاب آسمانی کافی نیست، تعقل لازمه. میفرما تتلون الکتاب افلا تعقلون و انتون تتلون الکتاب افلا تعقلون. شما کتاب میخونید عقل ندارید. ممکنه کسانی دائما هم قرآن بخونن اما فکر نمیکنن، تعقل نمیکنن. خواندن کتاب آسمانی کافی نیست، تعقل لازمه. بعد میگه افلا تعقلون، خود فراموشی نشونه بیعقلیه. به کیا میگه افلا تعقلون؟ به کسانی که خودشون فراموش کردن. پس کسانی که چنان سرگرم دنیا میشن که تمام استعداداشون فراموش میکنن. میگه اصول دین چیه؟ خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن، حقوق رسمی، درآمدی که ازایی، رقابت. کسانی که ایرقمی خودشون رو سرگرم کردن اینها بیخردن. قرآن به کسانی که خودشون رو به شدت سرگرم میکنن به جوری که خودشون فراموش میکنن، خدا به اینا گفته افلا تعقلون، شما تعقل نمیکنید. پس کسانی که سرگرمی خودشونو فراموش با سرگرمی باعث میشه آینده خودشونو فراموش کنن، خدا رو فراموش کنن، مکتب رو فراموش کنن، فقرا رو فراموش کنن، استعدادهای خودشونو فراموش کنن و همش دنبال رفاه و مادیات میرن، اینها رو به خلاف افرادی که میگن اینا زرنگن، قرآن به اینا گفته افلا تعقلون، شما اهل تفکر و تعقل نیستید، بیخردید. آیه 44 هم تا اینجا تمام.